خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سلام و درود خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین و مکتب هادی خوش آمدید امیدوارم که هر کجای که هستید جور سالم و صحتمند باشید با مضمون فیزیک صنف نهم در خدمت همه شما عزیزان هستیم قبل از اینکه وارد درس امروز شویم شماره ما را یادداشت داشته باشید شماره ای که شما توانید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید هست دو سفر 964 عزیز شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید اگر آماده هستید درس امروز با انرژی هرچی تمامتر آغاز کنیم خب در جلسه نهم قرار داریم در فصل سوم با موضوع برق جاری امروز قصد داریم که مقاومت برقی و قانون بسیار مهم عمر با هم دیگه بررسی داشته باشیم اما مروری بر درس جلسه قبل در جلسه قبل ما خدمت شما عزیزان بیان کردیم که تعریف جریان برقی چی بود چی بود تعریفش آفرین بر شما به حرکت الکترون ها در یک سیم فلزی ما میگفتیم که جریان برق در واقع این حرکت الکترون ها بود که باعث ایجاد جریان برق میشد باز آمدیم سرکت ها تعریف کردیم گفتیم که یک مسیر بسته که باعث حرکت الکترون ها میشه یک سرکت ها. مثلا یک گروپ داریم مقدار سیم مسی یک بطری اینها رو که به هم متصل میکنیم گروپ روشن میشه و این یک نمایش ساده از سرکت دیگه در واقع این مسیر بسته باعث حرکت الکترون ها میشه باز در ادامه آمدیم گفتیم که شما حتما باید سمبول ها رو بشناسید که ما در یک سرکت وقتی رسم میکنیم نمای شماتی که از شما باید حتما سمبول ها رو بشناسید سمبول ها را یک بررسی داشته باشیم حتما باید اینها را به خاطر بسپارید خب به تخت یا نگاه کنید ما پرسان میکنیم شما بگید که سمبولش چه قسمیه یک دانه بتری ما داخل سرکت داریم خب سمبولش چه قسمی رسم میکنیم آفرین بر شما سمبولش به این شکل بود دیگه یک خط بلندتر یک خط کوتاه خط کوتاه منفیه و خط بلند هم مثبته دیگه این نمایشی از یک سمبولی از یک دانه بتری داخل سرکت حالا دو تا بتری داریم چه قسمی نمایش بدیم؟ به این صورت. قطب منفی، قطب مثبت. این میشه دو تا بتری مقاومت چه قسمی نمایش میدیم که در این جلسه قصد داریم در رابطه با مقاومت برقی صحبت کنیم، مقاومت برقی رو به این صورت نمایش میدیم دیگه. خب، گروپ به چه صورت نمایش میدادیم؟ سمبلش چی بود؟ گروپ به این صورت بود دیگه. شما بگید. آفرین بر شما یک دایره ضربه در به این صورت خب سیمه با چه صورت نمایش میدادیم سیمه به صورت یک خط صاف ما نمایش میدادیم خب یک سمبل دیگه هم داشتیم چی بود آفرین بر شما سویچ بود دیگه خب سویچ ها رو به چه صورت نمایش میدادیم سویچ به این صورت بود دیگه این نمایی از سویچ بود خب این سمبول هایی شد که ما در جلسه قبل با این سمبول ها آشنا شدیم باز در ادامه ما در رابطه با تفاوت پتانسیل هم با شما عزیزان صحبت کردیم خب تعریف تفاوت پتانسیل چی بود شاگرد عزیز گفتیم که هرگاه بین دو جسم هادی یا بین دو انجام یک جسم هادی ما بتانیم جریان برقی ایجاد کنیم میگیم که تفاوت پتانسیل بین اینها وجود داشته این مطالب بود که در جلسه قبل بررسی کردیم اما در این جلسه وارد بحث مقاومت برقی میشیم با ما همراه باشید خب شایرده عزیز شما در نظر داشته باشید که مثلا در یک جای خلوت شما در حال حرکت هستید مسلما شما با سرعت با یک سرعت بیشتر از او جای خلوت میتونید رد شید مثلا سرک خلوت هست دیگه شما سری رد میشین اما یک جایی هست پر ازدهام شلوغ خب شما سرعت حرکت شما اینجا کم میشه شما ممکنه با افراد مختلف برخورد کنید یا با اشیای مختلف برخورد کنید و مجبور میشین که آهسته حرکت کنید این مثال رفت میدیم با بحث مقاومت برقی فرض کنید وقتی که الکترون ها در یک سیم فلزی شروع به حرکت میکنند این الکترون ها با اتم ها و مالیکول هایی که در این سیم فلزی وجود داره برخورد میکنند سرعت حرکت الکترون ها کم میشه پس یک کمیت را تعریف میکنیم به نام مقاومت برقی خب تعریف مقاومت برقی چی میشه؟ میگیم مخالفت در برابر حرکت چارچ ما میگیم مقاومت برقی خب سوال پرسان میکنم از شما آیا مقاومت برقی تمام هادی ها یکسانه به نظر شما یا نه تفاوت وجود داره؟ برای پاسخ به این سوال چهار تا فلز در نظر میگیریم شاید عزیز تیلا، نقره، مس و المونیم خب این چهارتا چون مقاومت برقی اینها خیلی کمه در ساخت سیمها و کیبلها از اینها استفاده میشه اما تیلا و نقره چون گرانه و کمیابه اینها اصلا خیلی کمیابه دیگه اینها در ساخت سیمها معمولا استفاده نمی هرچند که مقاومت برقی پایینی دارن اما چون که هزینه بالایی دارن استفاده نمیشه پس در نتیجه برای ساخت سیم و کیبل ها از المونیم و مس استفاده میشه که مقاومت برقی کمی دارن. پس میتونیم نتیجه بگیریم و پاسخی سوال ما این میشه که مقاومت برقی تمام هادی ها یکسان نیست با هم تفاوت داره کمترین مقاومت ما میتونیم در المونیم و مس پیدا کنیم و چون هزینه کمی هم داره از اینا در ساخت سیم ها و کیبل ها استفاده میشه بحث بعدی ما یک قانون بسیار بسیار مهم در فیزیک هسته به نام قانون اوم قانون اوم چی میگه؟ قانون اوم میگه نسبت تفاوت پتانسیل دو انجام یک هادی به شدت جریانی که از اون هادی عبور میکنه همیشه یک مقدار ثابته که ما به این مقدار ثابت میگیم مقاومت برقی خب پس یک فرمولی باید برای محاسبه ازی داشته باشیم به تخت سیاه نگاه کنید تا این فرمول با هم دیگه بینمسیم. خب شاگرد عزیز طبق قانون اوم میخوام یک فرمول بنویسیم. قانون اوم چی میگه؟ میگه نسبت تفاوت پتانسیل ما تفاوت پتانسیل با وی نمایش میدادیم اگر یادتان باشه نسبت تفاوت پتانسیل دو انجام یا... یک هادی به شدت جریانی که از هادی عبور میکنه نسب... اول تعریف گفتن نسبت دیگه پس ما یه خط کسری رسم میکنیم جریانم که ما با آی نمایش میدیم دیگه پس شد نسبت تفاوت پتانسیل به شدت جریانی که عبور میکنه همیشه یک مقدار ثابتی هسته یک مقدار ثابت که ما به این مقدار ثابت میگیم مقاومت و با آر هم نمایش میدیم پس یک فرمول ما اینجا استخراج کردیم آر مساوی میشه با وی بر آی خب واحدش چی میشه؟ واحد مقاومت برقی واحد دوتا را که میدانیم شدت جریان امپیره و تفاوت پتانسیل هم که ولت هست دیگه اما واحد مقاومت برقی شاید عزیز به نام اوم یاد میشه که با حرف یونانی به این صورت ما نمایش میدیم شکلش به خاطر داشته باشید و تلفظش هم هست اوم پس واحد مقاومت برقی چی میشه؟ اوم میشه این فرمولا به خاطر بسپارید با همدیگه چند تا سوال از این فرمول حل کنیم تا تسلط کامل بر این فرمول پیدا کنیم خب سوال با همدیگه بخوانیم از یک هادی که تفاوت پتانسیل دو انجام آن 120 ولت و مقاومت آن 4 اوم است چند امپیر جریان میتانه عبور کنه خب این سوال با هم حل کنیم سوال بسیار بسیار ساده است فقط شما باید فرمولا به خاطر داشته باشید خب اطلاعات مسئله را منویسیم اولین گام در حل مسائل فیزیک که بارها و بارها ما را تکرار کردیم تفاوت پتانسیل با وی نمایش میدیم گفته چه قصه؟ 120 ولت پس منویسیم 120 ولت مقاومت 4 اومه پس آر را هم به ما داده 4 مقاومت هم که اوم هستن چند امپیر جریان یعنی آی از ما خواسته دیگه است؟ خب حالا برای حل این سوال چیکار مونیم؟ فرمول هم با هم دیگه اولین گام اینه که فرمول شما بینویسیم دیگه چون بدانیم که چی را باید جایگذاری کنیم چی مجهول هسته فرمول ایه R مساوی میشه با V بر I خب الان آی از ما خواسته یعنی مجهول ما الان یه قسمت دیگه برای حل سوال گفتیم اگه بیتانیم همان اول کار فرمول یک دستکاری انجام بدیم محاسبات ما راحت تر میشه یعنی مجهول همیشه در یک طرف مساوات قرار بدین معلومات بیبرین یک طرف دیگه خب حالا این سوال رو حل کنیم میگیم که آی مجهوله پس آی جایش با آر عوض میکنیم آی مساوی میشه با وی بر آر حالا مجهول یک طرف قرار گرفت آی مجهوله هیچی مساوی میشه با وی یکصد دیگه اینم قرار میدیم یکصد بیست مقاومت ما چقدر؟ چهاره تقسیم انجام میدیم دو از تقسیم بر چهار سه میشه که برابر با C. واحد جریان چیه؟ آفرین بر شما واحد جریان هم امپیره حتما واحدش کنارش قرار میدیم پس جریان ما برابر با سی امپیر شد سوال بعدی رو با هم بخوانیم و دوسر یک گروپ تفاوت پتانسیل 220 ولت متصل است اگر شدت جریان در گروپ برابر 0.44 باشد مقاومت برقی چند اوم است خب اطلاعات مسئله روی تخت سیاه بنویسیم با هم نگه و حل کنیم خب به دو سر یک گروپ تفاوت پتانسیل 220 ولت یعنی ویر به ما داده 220 ولت اگر شدت جریان 0.44 چهار باشد پس آیم به ما داده صفر اشاریه چهار امپیر مقاومت از ما خواسته این دفعه آر برای ما مجهوله فرمول می آر مساوی میشه با وی بر آی خب آر مجهوله خودش در یک سمت مساوات قرار داره نیازی نیست که ما فرمول تغییر بدیم پس آر مساوی میشه با V تفاوت پتانسیل 220 و شدت جریان هم صفر اشاریه 44 است خب تقسیم اگر انجام بدیم باید اختصار کنیم دیگه میگیم که اگر 220 به 22 شما تقسیم کنین برابر با 10 میشه صفر اشاره هم به 22 اگه شما تقسیم کنین صفر اشاریه صفر دو میشه خب حالا این دوتا رو اگه بر هم تقسیم کنین شاید عزیز برابر با 500 میشه واحدش چه میشه؟ واحدش اوم میشه دیگه پس مقاومت ما برابر با 500 اوم به دست آمد سوال بعدی رو با هم بخوانیم به دو انجام یک جسم حاده که مقاومت برقی آن 25 اوم است تفاوت پتانسیل V را متصل می کنیم شدت جریان در صورتی که بار اول V ما 50 ولت باشه و بار دوم V ما 75 ولت باشه را گفته حساب کنید پس مشهول چی اینجا؟ شدت جریانه چون تفاوت پتانسیل به ما داده اما در دو حالت داده دیگه خب سوالم با هم دیگه حل کنیم اطلاعات مسئله را می نویسیم مقاومت برقی یعنی R برابر با 25 اوم تفاوت پتانسیل یک بار به ما داده وی مساوی با 50 و یک بار دیگه هم گفته V مساوی با 75 یعنی در هر دو صورت محاسبات خودتون انجام بدین شدت جریان از ما خواسته فرمول با هم می‌نویسیم فرمول چی بود شاید عزیز شما بگید آفرین بر شما R مساوی بود با نسبت V بر I خب الان برای ما آی مجهوله باز هم یعنی اینجا مجهول داریم پس یک دستکاری در فرمول انجام میدیم میگیم که آی به جای آر قرار میدیم و فرمول ما میشه وی بر آر از این فرمول استفاده میکنیم که مجهولات همه در یک سمت و معلومات هم در یک سمت قرار گرفتن خب بار اول قسمت الف قرار میدیم میگیم که آی مجهوله ویرا یک بار 50 قرار میدیم چون گفته یک بار وی ما 50ه مقاومت هم که یک بار 25ه پس 50 بر 25 برابر با 2 امپیر میشن قسمت ب میگیم که باز هم آی مساوی ر آی 1 قرار میدیم همین آی 2 هم مساوی می میشه با باری دوم گفته وی شما 75ه پس قرار میدیم میگیم که 75 مقاومت هم که همان 25 5 هست که برابر با 3 امپیر میشه پس آی یک شد 2 امپیر و آی دوی ما شد برابر با 3 امپیر خب سوال بعدی رو با هم دیگه میبینیم مقاومت برقی یک گروپ 200 اوم و جریان برقی صفر اشاریه 2 امپیر از آن عبور میکند تفاوت پتانسیل را دریافت کنیم خب این سوال با هم حل کنیم اطلاعات مسئله رو با هم می‌نویسیم مقاومت برقی یک گروه 200 اوم پس به آره ما داده 200 اوم جریان برقی یعنی آی هم برابر با صفر دو امپیر تفاوت پتانسیل را از ما خواسته مشهول دفعه تفاوت پتانسیل باز هم ما فرمول اول می‌نویسیم برای خودمان فرمول چی بود آر مساوی با نسبت وی بر آی الان چی مجهوله؟ وی مجهوله دیگه باز هم فرمول یک تغییر ایجاد میکنیم میگیم وی وقتی مجهول است ای دوتا رو اگه در هم ضرب کنیم وی رو میتونیم دریافت کنیم پس میگیم فرمول به این صورت میلنسیم وی مساوی میشه با آر ضرب در آی صحیح شد؟ خیلی محاسبات ما یه قسمی راحت تر میشه که شما مجهول یک سمت مساوات قرار بدین و معلومات یک سمت دیگه اما طبق قوانین کسر دیگه یادتان باشه V مساوی میشه با آر قیمتش به ما داده 200 قرار میدیم ضربی در آی هم قیمتش هسته صفر اشاریه 2 ضرب انجام میدیم 2 ضرب در 200 برابر با 400 میشه اما یک اشاری هم داریم یک صفر خط میخوره و V برابر با 40 ولت میشه پس جواب این سوال ما شد V مساوی با 40 ولت سوال بعدی رو با هم ببینیم مقاومت برقی یک بخاری را حساب کنید در صورتی که تفاوت پتانسیل آن 220 ولت باشد و از آن جریان 11 همپیر عبور کند خب این سوال هم با هم دیگه حل کنیم باز هم اطلاعات مسئله را می نویسیم دیگه در صورتی که تفاوت پتانسیل یعنی ویر به ما داده 220 ولت هم به ما داده آی مساوی میشه با 11 امپیر خب مقاومت از ما خواسته آر مساوی میشه با چقدر این سوال با هم حل کنیم دیگه شما روی فرمول تسلط کامل تا الان باید پیدا کرده باشید ما انواع مثالها رو حل کردیم آر مساوی میشه با نسبت وی بر آی آر مجهوله پس فرمول ما همینه آر مساوی میشه با وی 220 قرار میدیم آی برابر با 11 قرار میدیم تقسیم میکنیم 22 به 11 اگه شما تقسیم کنید دو میشه یک صفرم داریم برابر با 20 واحدش هم اوم میشه پس واحددار یادتان نره شاید عزیز که در فیزیک حتما باید واحد بنویسین بارها و بارهایی نه تکرار کردیم سوال بعدی هم ببینیم با هم دیگه با استفاده از قانون اوم حل کنید ویر داده سی ولت i 6 امپیر و R از ما خواستن شاید عزیز ما انواع مثال ها رو برای شما حل میکنیم نگاه کنید در سوال هیچ اطلاعاتی نداده فقط گفته وی آی و R به شما مجهول داده دیگه این سوال هم با هم دیگه حل کنیم شما با انواع و اشکال مثال ها آشنا شدید دیگه این سوال هم ببینیم خب وی به ما داده سی ولت آیا به ما داده 6 امپیر و R از ما خواسته هیچ ای... توضیحی نداده که حالا مثلا این وی مربوط به بخاری مربوط به گروپ نیازی ندیده گفته فقط دیتا به شما میدیم یه می یک نه سواله پس میگیم باز هم اگر ما فرمول بنویسیم آر مساوی میشه با نسبت وی بر آی خب آر مساوی میشه با وی رو به ما داده سی آی هم که به ما داده شش سی تقسیم بر شش برابر با پنج واحدش هم که میشه اوم سوال بسیار بسیار ساده ای بود خب اگه عزیز اگه درس خوب یاد گرفتید این سوال به عنوان کار خانگی دیگه به شما میسپاریم که حتما سریعا حل میکنید بدون هیچ فکر کردنی گفته با استفاده از قانون اوم حل کنید ویره داده 24 ولت آی مجهوله و آرم به ما داده 12 اوم خب شما برای ما این سوال حل کنید به عنوان کار خانگی و به شماره 2964 780 و 155 برای ما روان کنید تا ما پاسخهای سوالات شما عزیزان مورد بررسی قرار بدیم خب شاگردای عزیز درس امروز ما هم با موضوع مقاومت برقی و قانون اوم به اتمام رسید تا درس جلسه بعد همه شما عزیزان به پاک میسپاریم خدا نگهدارتون